سلام، امروز تو این ویدیو میخوایم به ادامه بحث دین حضرت حافظ بپردازیم. میدونید که من تو تحقیقاتم به این نتیجه رسیدم که حافظ از مسیحیت بیشتر از اسلام حرف زده بود و توی گفته هاش بیشتر به نکته های دین مسیحیت اشاره کرده تا اسلام و بیشتر نشون میده که ایشون گرایش به مسیحیت داشتن. ما میخوایم این بحث رو که در ویدیو قبلی داشتیم اینجا ادامه بدیم و بازم دربارش ویدیو بسازیم. خب دوستای خوبم، ازتون درخواست میکنم اگر دوست دارین و شبکه ما رو نگاه میکنین سابسکرایب کنین تا همه ویدیوهای ما به صورت لحظه‌ای بیاد و لایک کنین فیلم ما رو، کامنت بذارین و شبکه ما رو دنبال کنین. خیلی ممنون از توجهتون. به ادامه بحث خودمون میپردازیم و در این قسمت میخوایم ببینیم آیا حافظ با کتاب مقدس عهد قدیم و عهد جدید آشنا بوده یا نه. خب ببینید، توی عهد جدید یعنی کتابی که بیشتر مسیحا به اون اعتقاد دارن، توی انجیل متی فصل 11 آیه 28 میگه بیایید ای همه زحمت کشان و گران باران و من شما رو آرامش خواهم داد. ببینیم حافظ در این مورد چی گفته. بار غمی که خاطر ما خسته کرده بود عیسی دمی بفرستاد و برگرفت. میبینیم که اینجا تو این بیت شعر حافظ همون چیزایی رو که مسیح به یارانش گفته بود رو برامو تکرار کرده در یک قالب شعرگونه و خب میبینیم که حافظ به نظر من با کتاب عهد جدید و این اناجیل چهارگانه و کتابه دیگه مقدس مسیحیان آشنایی داشته. حالا بیاییم به این بررسی همون بیشتر رو پردازیم و چیزای دیگه رو از این کتاب پیدا کنیم. جای دیگه حافظ در مورد یک قسمتی از کتاب انجیل متی شعری گفته. ببینیم چی میگه. انجیل متی فصل 7 آیه 13 و 14 میگن از در تنگ داخل شوید، زیرا راهی که به مرگ می انجامد و در آن فراخ است و آنانی که به آن وارد می شوند بسیارند، ولی راهی که به زندگی می انجامد و در آن تنگ و دشوار است و یابندگان آن کمند. ببینیم که این قسمت از کتاب انجیل متی رو حافظ در ابیاتی برای ما گفته. ببینیم حافظ چی گفته. حافظ میگه جریده رو که گذرگاه عافیت تنگ است، پیاله گیر که عمر عزیز بی بدل است. میبینیم که حافظ هم اعتقاد داره که گذرگاه عافیت تنگه و هر کسی نمیتونه به حقیقت برسه و به سلامتی به اون جایی برسه که با خداوند یکی بشه. حالا چرا من میگم اینا نکته هایی از مسیحیت هست؟ شاید بعضی فکر کنن که نه اصلا اینها هیچ ارتباطی با مسیحیت نداره، ولی اگر شما یک مسلمان خوب باشین میدونین که تمام گناهانی که میکنین به راحتی در اسلام با یک کار خوب کوچیک یا یک نماز شب از ته دل همه پاک میشه و به راحتی آدما میتونن توی اسلام به بهشت برن. خیلی کار آدما راحته و میتونن کل عمرشون گناهان زیادی رو انجام بدن و فقط با یک نماز شب از ته دل برن به بهشت و خداوند به اونا خیلی راه عریض و راحتی رو داده برای رفتن به بهشت. ولی در مسیحیت به این صورت نیست و راه مسیحیان و کسانی که میخوان به مسیح ایمان بیارن برای رسیدن به بهشت خیلی سخته و اونا باید واقعا سعی کنن تو زندگیشون آدمای خوبی باشن و ایمانشون هیچ وقت از دست ندن و ایمانشون خیلی در این راه مهمه. اگر یک روز ایمانشون رو از دست بدن تمام اون چیزی که دارن رو از دست خواهند داد. ولی در اسلام این راه بسیار ساده است و آدم‌ها راحت ازش رد میشن. به خاطر همین است که حافظ به این مطلب خیلی خوب اشاره کرده و گفته که از نظر حافظ نظر مسیحیان خیلی درست‌تره، یعنی نظر حافظ به نظر مسیحیان نزدیک‌تره و این خودش یکی از نشانه‌هایی که من فکر می‌کنم حافظ بیشتر به مسیحیت اعتقاد داشته. حالا می‌ریم تو قسمت دیگه بیشتر بررسی می‌کنیم. نکته انحرافی و نکته‌ای که خیلی چالش برانگیزه در مورد این قضیه این هستش که حافظ هیچ وقت اسمی از محمد در اشعارش نیورده. هیچ وقت نگفته که مثلا تو اشعارش اسم محمد رو بیاره و ازش ذکر کنه. هیچ وقت. و این خودش یه نکته‌ای که به ما نشون میده که اگر حافظ اسم پیامبران مختلفی رو در اشعارش آورده و همچنین اسم مسیح رو هم خیلی زیاد آورده ولی اسم محمد رو هیچ وقت نیورده، این به این دلیل هستش که حافظ نگاهش و دیدگاهش به سمت مسیحیت هست نه به سمت اسلام. حالا بریم ببینیم در اشعارش چجوری اینو گفته. ببینید حافظ میگه که میخواند دوش درس مقامات معنوی، یعنی بیا که آتش موسی نمود گل، تا از درخت نکته توحید بشنوی. جمشید جز حکایت جام از جهان نبود، زنهار دل مبند بر اسباب دنیوی. این قصه عجب شنو از بخت واژگون، ما را بکشت یار به انفاس عیسوی.
شما میبینید که اینجا حافظ از اون داستانی که حضرت موسی توی بوته آتش در کتاب تورات به مسیحیان، یعنی قسمتی از کتاب مسیحیان به نام کتاب تورات هست که اونجا داستانی هست به نام آتش سوزان در بوته درخت یا بوته سوزان. در اون قسمت موسی میره و با خداوند از طریق یک بوته سوزانی حرف میزنه و این نکته رو میبینیم که اینجا حافظ کاملا تو شعرش مستقیما گفته و آورده و این نشون میده که حافظ کتاب تورات مسیحیان رو کاملا خونده بود و میدونست و میگه که از بیا که آتش موسی نمود گل. خب میبینیم که حافظ به این نکته کاملا اشاره کرده که موسی از درون درخت آتش و شعله آتش که درخت رو نمیسوزوند با خداوند حرف زد و این دقیقا نشون میده که حافظ به کتاب تورات مسیحیان، کتاب تورات که بخشی از کتاب مقدس مسیحیان هست، کاملا اشاره داره و اینو خونده و میشناسه و این نکته جالبی هست. خب بعدش حافظ میگه که این جمشید که پادشاهی بود این فقط از دنیا جام رو فهمید، یعنی حکایت جام رو فهمید، چیز دیگه ای نفهمید و پس شماها به اسباب دنیوی دل مبندین که دنیا اصلا ارزشش رو نداره و این چیزی است که تو کتاب مقدس هم بارها به ما گفته که دنبال چیز نباشین، دنبال این نباشین پول جمع کنین برای خودتون، دارایی جمع کنین، دنبال این باشین که یک گنجی رو در آسمان جمع کنین برای خودتون. و بعد میگه این تو قسمت بعدی میگه ما را بکشت یار به انفاس عیسوی. این به چه معنی هست؟ میبینی که دقیقا اینجا داره میگه که این کشتنه اینجا به معنی کشتن و مرگ نیست، اتفاقا به معنی زندگیه. میگه که مسیح، عیسی مسیح با نفس خودش ماها رو واقعا دوباره احیا کرد، زنده کرد، یعنی یه جورایی میشه گفت که اون زندگی بدمون رو از بین برد، کشت و یه زندگی جدید به ما داد. و این دقیقا چیزی است که خود مسیح هم بارها گفته من حیات و هستی و راه و حیات هستم و شما اگه بیاین سمت من، شماها زندگی قبلیتون از بین میره، میمیرین در اون زندگی و یک زندگی جدید و یک حیات جدید پیدا میکنین. و این دقیقا همون مژده مسیح هست، گفته هر کس به من ایمان بیاره زندگی جدید پیدا میکنه و این رو حافظ کاملا بهش داره اشاره میکنه. چرا بعضی ها فکر میکنن حافظ مسلمان بود؟ این سوال من هست واقعا از اون افراد. خب ببینیم حافظ دیگه چی بر ما آورده. ببینید ما در مسیحیت اعتقاد داریم که اگر کسی مسیحی باشه باید بین بقیه، بین آدمای دیگه اقرار کرده باشه و خودش گفته باشه که من مسیحی هستم و مسیح اعتقاد دارم و روح القدس رو دریافت کردم و این نکته خیلی مهمی است. اگر کسی اقرار نکرده باشه که من مسیحی هستم، ما نمیتونیم ادعا کنیم که مسیحی هست و خدا فقط میدونه. پس من باید امروز یک جایی رو برای شما بیارم که حافظ خودش اقرار کرده باشه و این خیلی مهمه و من نمیخوام به شما هیچ دروغی بگم، میخوام حقیقت رو برای شما باز کنم و اون تحقیقی که کردم رو براتون بیارم. خب بفرمایید. حافظ میگه با که این نکته توان گفت که آن سنگین دل کشت ما را و دم عیسی مریم با اوست. حافظ از معتقدان است گرامی دارش زان که بخشایش بس روح مکرم با اوست. ببینید حافظ خودش داره میگه یکی اون کسی که اومده اولا تو قلبش دم عیسی رو با خودش داشته که این منظورش همون روح القدس هست و میگه که ما رو کشته، یعنی یه جورایی میشه گفت ما رو از زندگی قبلیمون جدا کرد و یه زندگی جدید به ما داد و این یه نکته خیلی مثبت. این کشتن اینجا منفی نیست، اتفاقا مثبت هست. و بعد از اون میگه حافظ از معتقدان است گرامی دارش، یعنی به حافظ احترام بذارید، حافظ رو بی ایمان ندونید. چرا؟ به خاطر اینکه میگه زان که بخشایش بس روح مکرم. بخشایش به معنی همون فیض هست و بعد بس روح مکرم، روح بسیار مکرم هم همون روح خداوند هست و روح خداوند رو مسیحیان به نام روح القدس میشناسن. پس اینجا داره میگه که روح القدس، فیض روح القدس با حافظ هست، به خاطر همین به اون احترام بذارید، گرامی بداریدش. و خودش داره اصولا داره اقرار میکنه که من مسیحی هستم و ایمان دارم به مسیح و روح القدس رو دریافت کردم. چرا اینو دارم میگم؟ بخاطر اینکه روح القدس چیزی هست که فقط ایمانداران مسیحی اون رو دارن. یک مسلمان، یک بودایی، یک هندی هیچ کدوم از اونا نمیتونن روح القدس رو داشته باشن مگر اینکه به عیسی مسیح ایمان داشته باشن. و کسی که روح القدس رو دریافت کرده حتما مسیحی هست و این نکته ای هست که اینجا نشون میده که حافظ ایماندار مسیحی بوده و اون چیزی که بقیه فکر میکنن که حافظ مسلمان بوده این فکر نمیکنم درست باشه. حالا بریم ببینیم باز هم از این نکته ها پیدا میکنیم یا نه. من میخوام اینجا این ویدیو رو تا اینجا اتمام برسونم و
و در ویدیو بعدی به موضوع ادامه بدم. نمیخوام شما رو اذیت کنم. به همین خاطر خواستم یه نکته ای رو بگم. درسته ما اینجا داریم درباره حافظ حرف بزنیم. ولی این به این معنی نیست که ما شاعران بزرگتر از حافظ نداریم. چرا ما شاعران بزرگتر از حافظ هم داریم. عطار بزرگتر از حافظ هست به نظر من. به نظر من شاید مولانا خیلی بزرگتر از حافظه. خیلی بیشتر از اینها به ما چیزا گفته مولانا. یا مثلا فردوسی بزرگترین شاعر ایران است و شاعرای ما خیلی شاعرای با ارزشی هستن. اگه کتابای اونا رو بخونید متوجه میشین. حافظ هم یکی از شاعران ماست. شاید در قله شاعران ما فردوسی نشسته باشه. ولی ما امروز میبینیم که در ایران حافظ از همه شاعران ما معروف تره و همه جا او رو میشناسن. کسی نیست که با یک بیت از حافظ آشنا نباشه. همه مردم یک بیت از حافظ رو میدونن، میشناسن. چرا؟ به خاطر اینکه به نظر من یکی از عطایای خداوند هست که خداوند و روح القدس به حافظ داده، به من نداده، به شاعرای دیگه شاید نداده. شاید به خاطر اینکه شاعرای دیگه به این صورت مستقیما اقرار نکردن که مسیحی هستن، ولی این رو خداوند به حافظ داده و این عطای خداوند به حافظ هست. و به نظر من این دلیلش این هست که ایمان حافظ و اقرار او به مسیحیت باعث شده که روح القدس به اشعار اون رنگ و بوی بسیار زیبایی بدن و اون رو معروف کنه و باعث بشه که تو هر کوی و برزن هر کسی این حافظ رو بشناسه در ایران. حتی ما میدونیم که شاعر بزرگ آلمان گوته هم از حافظ تعریف کرده و حافظ رو شاعر بزرگی در جهان میدونه. و این به نظر من یکی از عطای روح القدس هست به حافظ عزیز ما. خب من اینجا بحثمون تمام میکنم. از دوستای عزیزم خواهش میکنم که شما شبکه میستریز رو سابسکرایب کنید، زنگوله رو فشار بدید تا هر فیلمی که ما میذاریم برای شما در لحظه بیاد تو صفحه شما. و همچنین ازتون خواهش میکنم که فیلمای ما رو لایک کنین، کامنت بذارین و به ما بگین که ویدیوهای بعدیمون رو درباره چی بسازیم. خیلی ممنون. شبکه میستریز رو تماشا میکردین. جزئی از خانواده ما باشین. خدا نگهدار.